درود بر شما مخاطبین عزیز. با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. نظام استبداد دینی به ریاست خودکامه متکبر و فریبکار امروز ایران، علی خامنه ای، کماکان البته با شدت بیشتر مشغول سرکوب مردم به خصوص زندانیان سیاسی مظلوم است. در آستانه سال نو و در ایام نوروز عده‌ای از زندانیان سیاسی از جمله آتنا دائمی، اسماعیل عبدی، سپیده قلیان، مریم اکبری منفرد و سعید اقبالی را برخلاف قانون ظالمانه با اهانت و تحقیر به زندان‌های استان‌های مختلف تبعید کردند و ستمی مضاعف در حق آن عزیزان و خانواده‌های مظلومشان روا داشتند. ستمی مضاعف است چون که دستگیری فعالان سیاسی اساساً غیرقانونی است، لذا باید زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند. آنطور که اعلام شده، سعید اقبالی را در زندان رجای شهر با دو نفر از قاتلان همسلول کردند و بدون کوچکترین احساس مسئولیتی جان وی را به بازی گرفتند. بدون تردید این اقدام و اقداماتی نظیر این اقدام ضد انسانی و غیر قانونی اثر رذالت و انتقام‌جویی است. خودکامی ایران و انصار سرکوبگرش اثر بی‌نوایی و تهی‌دستی، سوء مدیریت و ناکارآمدی پس از هر شکست در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با مشاهده نارضایتی و اعتراضات روزافزون مردم و اضمحلال مشروعیت نظام استبداد دینی با روی آوردن به سرکوب شدیدتر معترضان به خصوص زندانیان سیاسی عقده‌گشایی و انتقام‌گیری می‌کنند، چرا که عرضه و هنری جز سرکوب و فریب متاع دیگری در چنته ندارند. به خیال خام خود می‌خواهند با استراتژی رسوای نصر و به روب معترضان، آزادی خواهان، عدالت طلبان و مخالفان را از میدان مبارزه مدنی و خشونت پرهیز بیرون کنند. زهی خیال باطل، نه تنها مخالفان، منتقدان و معترضان آزادی خواه، عدالت طلبان خشونت پرهیز میدان را خالی نمی کنند، بلکه همانطور که به عیان می بینیم و تجربه نشان داده است، مخالفان استبداد بر سر موضع حق طلبانه خود مصممتر و در پیگیری مطالباتشان جدیتر و مقاومتشان در برابر استبداد بیشتر خواهد شد. به همین دلیل عده زیادی از زندانیان عزیز در حمایت از زندانیان تبعیدی دست به اعتصاب قضا زدند و طی بیانیه‌ای سرکوبگران را محکوم کردند که این چنین اعتراض خود را به مسئولان مسئولیت نشناس به سمع و نظر مردم رساندند. بر همگان آشکار است که تشت رسوایی استراتژی نصر به روب از بام ایران افتاده است. مردم به روشنی می‌بینند که این استراتژی ضد حقوق بشر بر پایه روب و وحشت جبار ایران و بازوان سرکوبگرش بنا شده است که نه تنها مشکل استبداد را حل نخواهد کرد، بلکه دائما بحران‌هایش را تشدید و مشکلاتش را افزون خواهد کرد. علت اصلی این روب و وحشت این است که مستبد و اصحاب استبداد بیشتر از هر کسی می دانند که در میان مردم ایران پایگاه و ریشه ای ندارند و آگاهند که بیش از 90% مردم با آنان مخالفند. اگر خودکامه ایران این حقیقت روشن را انکار می کند، قدری جرأت و شهامت به کار بندد، خود و نظامش را در معرض آراء مردم قرار دهد، تردید ندارم که هرگز چنین شهامتی نخواهد داشت. این رعب و وحشت از مخالفت شدید مردم با حکومت اوست که سبب می شود این چنین به زندانیان مظلوم بیپناه هجوم برد و به اندک بهانه‌ای آنان را به نقاط مختلف تبعید کند. همین رعب و وحشت است که سبب می شود پس از 10 سال و چند ماه همچنان رهبران سرفراز جنبش سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را کینه توزانه و انتقام جویانه در حصر نگه دارد. این روب و وحشت از ملت است که به جای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، منابع ملی را که متعلق به ملت ایران است، صرف ایجاد نهادهای امنیتی سرکوبگر کند و دائما در صدد افزایش و تقویت این نهادهای ویرانگر باشد. روب و وحشت از دست دادن این قدرت جهنمی است که خودکامه ایران علی خامنه ای خود را سرسپرده روس و چین کرده و با امضای قرارداد 25 ساله با حکومت بردهدار و ضد بشر چین تلاش می‌کند ایران را
مستعمره و تحت سلطه چین قرار دهد، اما ملت ایران هرگز چنین اجازه‌ای به او نخواهند داد. رعب و وحشت از اوریان شدن هرچه بیشتر زوال مشروعیت حکومت قاسبانه و غیرقانونی اوست که سبب می شود سعی بلیغی کند که شاید بتواند بار دیگر مردم را بفریبد و به پای صندوق‌های رأی بیاورد که نمایش از دموکراسی برپا نماید تا شاید عمر استبداد خود را طولانی تر کند. اما به نظر من اکثریت قاطع مردم آزموده را نخواهند آزمود و انتخابات را تحریم خواهند کرد. انتخابات غیرقانونی، ناعادلانه و ناسالم که توسط شورای نگهبان استبداد دینی مهندسی می شود باید هم تحریم شود. در حقیقت این نوع انتصابات است، نه انتخابات که با واسطه توسط شخص مستبد صورت می گیرد. مستبد متکبر و خودشیفته ایران در نمایش تکراری ملال‌آور پیام نوروزی صحبت از رفع موانع کرد. او و انصارش و نیز مردم خوب می دانند که مانع اساسی تولید، رشد توسعه، ایجاد رفاه، استقلال، آزادی، عدالت، آرامش و آسایش و کرامت انسانی، سعادت ملت و سربلندی کشور ایران، شخص علی خامنه‌ای و نظام ولایی موسوم به نظام جمهوری اسلامی است. او مسئول تمامی فجایعی است که امروز کشور ایران گرفتار آنهاست و باید پاسخگو باشد. بنابراین، همانطور که سال 90 از بند 350 زندان اوین طی بیانیه اعلام کردم، علی خامنه ای بزرگترین دشمن ملت ایران است و اکنون هم تکرار می کنم که علی خامنه ای بزرگترین دشمن ایران است. ملت ایران هر زمان که فرصت و فضایی به دست آورد علیه او و نظام استبداد دینی قیام خواهد کرد و نظام جبار دینی را کنار خواهد گذاشت. اما همانطور که مکرر گفتم، مسالمت آمیزترین و خشونت پرهیزترین روش تغییر نظام استعفای علی خامنه ای و کنارگیری از حکومت غیرقانونی و نامشروعش و برقراری رفراندوم، تغییر نظام جمهوری اسلامی و جایگزین نظام جمهوری دموکراتیک سکولار است. به امید آن روز. از هفته قبلم، یعنی از روز شنبه این هفته، مصوبه ستاد ملی کرونا بود که در چارچوب واکسن هایی که وزارت بهداشت در ما مشخص کرده و معین کرده، هر بخش خصوصی با عرض نیمایی میتونه واکسن رو وارد کنه بیاره و در بیمارستان های خصوصی دولتی هر جا که وزارت بهداشت در ما میگه مناسب هست اونجا این تزریقات انجام بگیره. حتی اگر یک کارخونه بزرگ، یک تولید کننده بزرگ برای کارگرای خودش میخواد بره بیاره وارد کنه، بره با هماهنگی بره وارد کنه، بیاره واکسن استفاده کنه. اساس اینه که واکسنی که ما وارد میکنیم و به صورت مجانی استفاده خواهد شد، اون حساب دیگری داره، یک برنامه‌ای داره. طبق اون برنامه ما عمل میکنیم، کادر درمان، افرادی که مسن هستن، افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن. حالا ممکنه به افراد عادی یکم دیرتر برسه، اما حالا یک کسی اگر خواست از طریق دیگر با عرض نیمایی واکسن وارد بشه، تزریق بشه، این کار بشه، هیچ مشکلی ما نداریم. چرا یه ایرانی برای زدن واکسن پاشه از اینجا بره یک کشور دیگر، پول بلیط هواپیما، هتل، گرفتاری، یک ماه بمونه برای اینکه واکسن تزریق ورداریم بیاریم اینجا؟ چه مشکلی ما داریم؟ اصلا مشکلی با نداریم. این رو ما مسبب کردیم، ابلاغ کردیم، وزارت بهداشت درمان داره دنبال میکنه. انشاءالله هر دستگاهی خواست بیاره، هیچ مشکلی در این زمینه ما نداریم. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.